تو یک نظام سرمایداری پدیده خصوصی سازی در شرایطی جواب میده که در کنارش برنامه ریزی دقیق اقتصادی برای تولید و تأمین رفاه اجتماعی و البته به دنبالش بهبود شرایط زندگی مردم هم وجود داشته باشه و نه شرایطی مثل ایران تحت سیطره این آخوندها اون هم در وضعیت دردناک و اسفناکی که بیشتر از 85 درصد مردم این کشور در زیر خط فقر هستند و درصد قابل توجهی از مردم همونطوری که همیشه هم میبینیم و در کلیپ در فضاهای مجازی و حتی تلویزیون های رژیم منعکس میشه اونا از سطل های زباله تغذیه میکنه از نگاه اقتصادی صرف اگر بخوایم بگیم خصوصی سازی شرکت های دولتی در نظام فاسد رانتی خامنه ای نمیتونه راه حل مناسبی برای کاهش فقر و افزایش رفاه اقتصادی مردم باشه دلیلش هم روشنه چون با وجود مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی که هست مثل بیکاری، نابرابری درآمد و توزیع ناعادلانه ثروت و همینطور فساد عمیق و بیثباتی اقتصادی، مولد سازی و خصوصی سازی منجر میشه به افزایش هزینه ها، افزایش قیمت ها و البته فشار روی مردم به خصوص که نهادهای خریدار اموال عمومی دولتی اساسا هم از سپاه و بنیادهای بیت خامنه ای هستند هدفشون چیه هدفشون هم از این کار جز دست بردن در جیب مردم و خالی کردن سفره معیشتی اونها برای رفع کسری بودجه این دولت سرکوبگر و دیکتاتور و به همراهش یک قضایه فاسد و چندین وزارت خونه عامل قارت و سرکوب هیچ چیز دیگه ای نیست این دارو دسته مافیایی یعنی خامنه و دارو به دنبال برنامه قارت کشور و لایحه خفقان هستند تا به همه نشون بدن که منظورشون از تغییر و تحول که هر کدومشون الان به زبونی دارن میگن چیه و اونا چه خوابی برای ایران دیدن اما چشمانداز سیاه اقتصادی در ولایت خامنه ای و فشارهای کمرشکن تورم بیدند و ترمز بر روی اخشار و طبقات محروم جامعه در بطن خودش از انفجار حتمی و قریب الوقوع خشم مردم و قهر آتشین قیامی خبر میده که کارشناسان حکومتی همون رو آتش زیر خاکستر توصیف میکنند.